بدنبال کسی جا مانده از پرواز می گردم، بدنبال کسی جا مانده از پرواز می گردم، مگر بیدار سازد قافلی را قافلی دیگر. سلام و درود خدمت تمام شما هموطنان عزیز، امیدوارم در هر جای دنیا که هستین خوب خوش و سلامت باشین و لباس عافیت بر تن داشته باشین. وید هاشمی هستم و با یک داستانی آموزنده دیگر که توصیه میکنم هر کس ازدواج کرده و یا هم ازدواج نکرده این داستان حتما بشنوه و دوست داشت با دوستان و عزیزان به اشتراک بگذاره. وقت آن شب از سر کار به خانه برمیگشتم، همسرم داشت غذا را آماده میکرد. دست او را گرفتم و گفتم باید چیزی را به تو بگویم. او نشست و به آرامی مشغول غذا خوردن شد. غم و ناراحتی در چشمانش را خوب می دیدم. یک دفعه نفهمیدم چطور دهانم را باز کردم. اما باید به او می گفتم که در ذهنم چی می گذرد. من طلاق می خواستم. به آرامی موضوع را مطرح کردم. به نظر نمی رسید که از حرفهایم ناراحت شده باشد. فقط به نرمی پرسید چرا؟ از جواب دادن به سوالش سر باز زدم. این باعث شد عصبانی شود. ظرف غذایش را به کنار پرت کرد و سرم داد کشید. تو مرد نیستی. آن شب دیگر اصلا با هم حرف نزدیم. او گریه می کرد. می دانم دوست داشت بداند که چی بر سر زندگیش آمده است. اما واقعا من نمی توانستم جوابی قانع کننده به او بدهم. من دیگر دوستش نداشتم. فقط دلم برایش می سخت. با یک احساس گناه و عذاب وجدان عمیق برگه طلاق را آماده کردم که در آن قید شده بود می تواند خانه، ماشین و 30% از سهم کارخانه ام را بردارد. نگاهی به برگه ها انداخت و آنها را ریز ریز پاره کرد. زنی که 10 سال زندگیش را با من گذرانده بود برایم به غریبه تبدیل شده بود. از اینکه وقت و انرژیش را برای من به هدر داده بود متاسف بودم، اما واقعا نمی توانستم به آن زندگی برگردم چون عاشق یک نفر دیگه شده بودم. آخر بلند بلند جلوی من گریه سر داد و این دقیقا همان چیزی بود که انتظار داشتم ببینم. برای من گریه او نوعی رهایی بود. فکر طلاقی که هفته ها بود ذهن من را به خود مشغول کرده بود حالا محکمتر و واضح‌تر شده بود. روزی بعد خیلی دیر به خانه برگشتم و دیدم که پشت میز نشسته و چیزی می نویسد. شام نخورده بودم، اما مستقیم رفتم بخوابم و خیلی زود خوابم برد، چون واقعا بعد از گذراندن یک روز لذت بخش با معشوقه جدیدم خسته بودم. وقتی بیدار شدم هنوز پشت میز مشغول نوشتن بود. توجه نکردم و دوباره به خواب رفتم. صبح روزی بعد او شرایط طلاق خود را نوشته بود. هیچ چیزی از من نمیخواست و فقط یک ماه فرصت قبل از طلاق خواسته بود. او درخواست کرده بود که در آن یک ماه هر دوی ما تلاش کنیم یک زندگی نرمال داشته باشیم. دلایل او ساده بود. وقتی امتحانات پسرمان بود و او نمیخواست که فکر او به خاطر مشکلات ما مخشوش شود. برای من قابل قبول بود، اما یک چیز دیگر هم خواسته بود. او از من خواسته بود زمانی که او را در روزی عروسی وارد اتاقمان کردم به یاد آورم. از من خواسته بود که در آن یک ماه هر روز او را بغل کرده و از اتاقمان به سمت در ورودی ببرم. فکر میکردم که دیوانه شده است، اما برای این که روزهای آخر با هم بودنمان قابل تحمل تر باشد درخواست عجیبش را قبول کردم. در مورد شرایط طلاق همسرم با معشوقم حرف زدم. بلند بلند خندید و گفت خیلی عجیب است، و بعد با خنده و استیزها گفت هر اوقعی هم که سوار کند باید بالاخره این طلاق را بپذیرد. از زمانی که طلاق را به طور علنی عنوان کرده بودم من و همسرم هیچ تماس جسمی با هم نداشتیم. وقتی روزی اول او را بغل کردم تا از اتاق بیرون بیارم هر دوی ما احساس خامی و تازه‌کاری داشتیم. پسرم به پشتم زد و گفت اوه پدر را ببین که مادرم را بغل کرده. اول او را از اتاق به نشیمن آورده و بعد از آنجا به سمت در ورودی بردم.
حدود 10 متر او را در آغوشم داشتم. کم ناراحت بودم. او را بیرون در خانه گذاشتم و او رفت که منتظر اتوبوس شود که به سر کارش برود. من هم به تنهایی سوار ماشین شده و به سمت شرکت حرکت کردم. در روز دوم هر دوی ما برخوردی راحت تری داشتیم. به سینه من تکیه داد. می توانستم بوی عطری که به پیراهنش زده بود را حس کنم. فهمیدم که خیلی وقت است خوب به همسرم نگاه نکردم. فهمیدم که دیگر مثل قبل جوان نیست. چروکهای ریز روی صورتش افتاده بود و موهایش کم سفید شده بود. یک دقیقه با خودم فکر کردم که من برای این زن چی کار کردم. در روز چهارم وقتی او را بغل کرده و بلند کردم، احساس کردم حس صمیمیت بینمان برگشته است. این آن زن بود که 10 سال زندگی خود را صرف من کرده بود. در روز پنجم و ششم فهمیدم که حس صمیمیت بینمان در حال رشد است. چیزی از این موضوع به معشوقم نگفتم. هرچه روزها جلوتر می رفتند، بغل کردن او برایم راحت تر می شد. این تمرینی روزانه قوی ترم کرده بود. یک روز داشت انتخاب می کرد چی لباس تن کند. چند پیراهن را امتحان کرد اما لباس مناسب پیدا نکرد. آه کشید و گفت همه لباس هایم گشاد شده اند. یک دفعه فهمیدم که چقدر لاغر شده است. به همین خاطر بود که می توانستم اینقدر راحت تر بلندش کنم. یک دفعه ضربه به من وارد شد به خاطر اما این درد و قصه هاست که این طور شده است. ناخودآگاه به سمتش رفته و سرش را لمس کردم. همان لحظه پسرم وارد اتاق شد و گفت که پدر وقتش است که مادرم را بغل کنی و بیرون بیاری. برای او دیدن این که پدرش مادرش را بغل کرده و بیرون ببرد بخشی مهمی از زندگی شده بود. همسرم به پسرمان اشاره کرد که نزدیکتر شود و او را محکم در آغوش گرفت. صورتم را برگرداندم تا نگاه نکنم چون می ترسیدم در این لحظه آخر نظرم را تغییر دهم. بعد او را در آغوش گرفته و بلند کردم و از اتاق خواب بیرون آورده و به سمت در بردم. دستانش را خیلی طبیعی و نرم دور گردنم انداخته بود. من هم او را محکم در آغوش داشتم. درست مثل روزی عروسی من. اما وزن سبکتر او باعث ناراحتیم شد. در روز آخر وقتی او را در آغوشم گرفتم با سختی می توانستم یک قدم بردارم. پسرم به مدرسه رفته بود. محکم بغلش کردم و گفتم واقعا نفهمیده بودم که زندگی من صمیمیت کم دارد. سریع سوار ماشین شدم و به سمت شرکت حرکت کردم. وقتی رسیدم حتی در ماشین را هم قفل نکردم. می ترسیدم هر تأخیر نظرم را تغییر دهد. از پله ها بالا رفتم و معشوقم که منشیم بود در را برویم باز کرد و با او گفتم که متاسفم. دیگر نمی خواهم طلاق بگیرم. او نگاهی به من انداخت و تعجب کرده بود. دستش را روی پیشانیم گذاشت و گفت تب داری. دستش را از روی صورتم کشیدم گفتم متاسفم من نمی خواهم طلاق بگیرم. زندگی زناشویی من احتمالاً به این دلیل خسته کننده شده بود که من و زنم به جزئیات زندگی من توجه نداشتیم. نه به این دلیل که من دیگر دوستش نداشتم. حالا می فهمم دیگر باید تا وقت مرگ ما را از هم جدا کند هر روز او را در آغوش گرفته و از اتاق خواب من بیرون بیارم. معشوقم احساس می کرد که تازه از خواب بیدار شده است. یک سلی محکم به گوشم زد و بعد در را کوبید و زیر گریه زد. از پله ها پایین رفتم و سوار ماشین شدم. سری راه جلوی یک مغازه گل فروشی استادم و یک سبد گل برای همسرم سفارش دادم. فروشنده پرسید که دوست دارم روی کارت چی بنویسیم. لبخند زدم و نوشتم تا وقت مرگ ما را از هم جدا کند هر روز صبح بغلت میکنم و از اتاق بیرون می آورمت. شب که به خانه رسیدم با گلهای دسته هایم و لبخند روی لبهایم پله ها را تون تون بالا رفتم و وقتی به خانه رسیدم دیدم همسرم روی تخت افتاده. هرچه صدا کردم جوابم نداد. گفتم شاید نمیخواد حرف بزنه و بالاخره نزدیک شدم و وقتی که دست زدم دیدم که مرده است. او ماها بود که با سرطان می جنگید و من اینقدر مشغول معشوقم بودم که این را نفهمیده بودم. او می دانست که خیلی زود خواهد مرد
و میخواست من را از واکنش های منفی پسرمان به خاطر طلاق حفظ کند. حالا حداقل در نظر پسرمان من شوهری مهربان بودم. و اینکه جزئیات ریز زندگی مهمترین چیزها در روابط ما هستند. خانه، ماشین، دارایی ها و سرمایه مهم نیست. اینها فقط محیط برای خوشبختی فراهم می آورند. اما خودشان خوشبختی نمی آورند. و در آخر سعی کنید دوستی همسرتان باشید. و هر کاری از دستتان برمی آید برای تقویت صمیمیت بین خود انجام دهید.